امروز میخوام آبگوشت آموزش بدم. همینطور که مشاهده میکنید من توی این ظرف یک مقدار گوشت با استخون دارم، بیشتر از قسمت پهلو و دنده گوسفند استفاده کردم، چرا که خیلی لذیذ میشه این قسمت آبگوشتش، و یه دونه هم پیاز متوسط انتخاب کردم، متوسط کوچیک. لوبیای سفید دارم که پاک کردم، شستم، نیازی نیست که خیسش کنید. به اندازه یک مشت انقدری و نصف مشتتون، دیگه این ساده ترین چیزیه که میتونم، اندازه گیریه که میتونم بهتون بگم، ولی اندازه ها رو دقیق و کامل زیر خود ویدیو می نویسم. و این هم نخود هست که شستم، نیازی به خیس کردن نداره، فقط پاک کنید، بشورید و بریزید داخل زب. میزان لوبیا سفید به نخود باید یک برابر و نیم باشه. بر فرض مثال اگر شما یک مشت به این اندازه نخود ریختی، یک و نیم برابر به این اندازه بایستی لوبیای سفید بریزید، به دلیل اینکه لوبیای سفید باعث میشه که گوشتی که شما اگر بناس بکوبید خوشمزه تر و لذیذ تر بشه، یه لعاب خاصی رو به گوشت شما بده و به آب گوشت شما. و به این میزان هم زردچوبه اضافه میکنم، خیلی کم، به این میزان اندازه یه عدس، اندازه یه نخود دارچین بهش اضافه میکنم، اینطوری بوی زخم گوشت رو میگیره. و اندازه نصف قاشق چای خوری فلفل سیاه کامل، یا اگر شما دوست دارید میتونید فلفل سیاه پودر شده هم بریزید. در این غذا نبایستی از فلفل قرمز یا فلفل تند استفاده بشه. و حالا آب اضافه میکنم. ببینید دوستان عزیز، این میزان آبی که من اضافه کردم دقت کنید زیاد نیست، اندازه یه بند انگشت روی مواد من رو گرفته، با این سایز از قبلمه، توجه کنید. شما بایستی غذا رو در ظروفی درست کنید که اندازه موادتون باشه. اگر یک نفر یا دو نفر هستید دیگه تو یک ظرف یا قابلمه 6-7 نفره نبایستی غذا رو بپزید. الان من این آبگوشت رو برای دو نفر درست میکنم، از یک قابلمه کوچیک هم استفاده میکنم، به همون میزان هم آبی که اضافه میکنم بایستی اندازه باشه. البته من میزان ها رو خواهم نوشت، فقط دارم بهتون میگم که چشمی هم یاد بگیرید که چطوری بایستی عمل کنید. حرارت رو روشن میکنم، روی متوسط رو به پایین باشه. تا زمانی که بجوشه روی متوسط رو به پایین باشه. زمانی که جوشید حرارت بایستی پایین بیاد و آبگوشت به ملایمت بپزه. اگر حرارت اجاق شما کم باشه و آبگوشت با زمان درست بپزه، دیگه شما نیازی نیست به آبگوشتتون آب اضافه کنید، چرا که از اول همون میزان آبی که نیاز داشته رو ریختید. ولی اگر حرارت درست نباشه شما مجبور میشید که وسط پخت آب اضافه کنید. حالا اگر بر فرض مثال همچین اتفاقی براتون افتاد، حتما بایستی از آب جوش استفاده کنید، آب سرد نریزید داخل غذا. در ظرف رو میذارم و اجازه میدم آبگوشت بر خودش به آرامی بپزه. دیدید چقدر راحته؟ کار خاصی نداره، فقط حرارت و میزان مواد رو رعایت کنید، مطمئن باشید یه آبگوشت خیلی خوبی رو خواهید داشت. همراه من باشید تا ببینیم این خوشمزه چطوری تهیه میشه. با اینکه هنوز آبگوشت آماده نشده، ولی بو و رایحه آبگوشت رو میشه تو آشپزخونه حس کرد، یه بوی خوشمزه. ببینید دوستان عزیز، همینطور که مشاهده میکنید من دوربین رو میارم از نزدیک کاملا ببینید، اصلا آبگوشت من روش هیچ نوع کفی ایجاد نشده و خیلی هم آب زلال و شفافی داره. اگر شما غذا رو روی حرارت مناسب بپزید، نه بوی بد میده
نه کف اضافی روی غذای شما قرار میگیره. حرارت اگریسیو، حرارت بسیار بالا میتونه هم بوی بد تو غذای شما ایجاد کنه و هم اینکه کف و زایات اضافی رو در غذای شما تشکیل بده و باعث بدرنگ شدن و بدطعم شدن غذای شما بشه. دوربین رو میارم از نزدیک تا ببینید که منظورم چیه. ببینید عزیزان، اصلا شما هیچ گونه کفی روی این آبگوشت احساس میکنید؟ باور بفرمایید من حتی اصلا یک قاشق از آب این گوشت رو یا کفی روی این گوشت بوده باشه بخوام بردارم و الکی به شما بگم که نه اصلا کف نبود، نه. من قصدم اینه که با شما با صداقت کار کنم و دارم رازها و فنون آشپزی و نکات بسیار ریز آشپزی که مورد توجه عده از شما عزیزان قرار نمیگیره رو یادآوری میکنم. اگر حرارت مناسب باشه و اگر شرایط پخت اون غذا مناسب باشه، یعنی دمای مناسب، حرارت مناسب به اون غذا برسه، امکان نداره رنگ غذای شما، طعم غذای شما یا شرایط ظاهری غذای شما بخواد به هم بریزه. امکان نداره. الان شما اصلا هیچ گونه کفی روی این آبگوشت احساس نمیکنید، با اینکه من از قسمت دنده و پر استخوان گوشت گوسفند استفاده کردم که قدر مسلم بایستی هم خونابه داشته باشه هم کف، ولی میبینید هیچ کدوم اینها رو نداره. دلیلش تمیز شستن و حرارت درست پخت هستش. بسیار خوب. من در به ظرف رو میذارم و اجازه میدم که به آرامی از الان به بعد حرارت بایستی پایین باشه و به آرامی آبگوشت بپزه. ادامه کار رو هم با من باشید. بسیار خوب. به به، عجب بو و رایحه پیچیده تو آشپزخونه من. بوی آبگوشت خوشمزه. از اون موقع تا حالا داره آروم برای خودش اینجا میپزه. بذارید ببینم نخودش کاملا پخته. نخود و لوبیا کاملا پخته و الان من بایستی به آبگوشت رب اضافه کنم. یک مقدار رب اضافه میکنم. به به، بو و رایحش که حرف نداره. الان من میتونم بهش نمک اضافه کنم چون که گوشت پخته، لوبیا و نخود هم پختن. و سیب زمینی ها رو پوست گرفتم اضافه میکنم. اجازه بدید من یک مقدار تیست کنم تا بهتون بگم طعمش چجوریه. واو، چقدر خوشمزه است. فقط نون سنگک یا بربری کم داره. به قدری خوشمزه شده که باورتون نمیشه. نمکش هم اندازه است. در به ضعف میذارم و اجازه میدم تا سیب زمینی هم بپزه و آماده سرو هستش. فکر کنم دیگه آبگوشتمون آماده است. به به، عجب بو رایحه‌ای داره. ببینید چه رنگ قشنگی داره. یه ذره تیست کنم بوش که خیلی خوبه. اوه سوختم. به به، خیلی خوشمزه است. آبگوشت من آماده است، میره برای سرو. اینم از آبگوشت من که آماده شد. بسیار خوش رایحه و بسیار بسیار خوشمزه. یک مقدار از این آبگوشت رو من تیست کردم. وای دلتون نخود. اونایی که دیزی خوردن، اونایی که آبگوشت خوردن میدونن من چی میگم. به خاطر اینکه مهمان دارم نمیتونم این غذا رو تیست کنم، ولی حتما شما درست کنید، حتما لذتش رو ببرید
بسیار بسیار ساده است، بسیار بسیار راحت میشه تهیهش کرد و خوشحال میشم که نظراتتون رو راجع به این غذا زیر ویدیو بنویسید. امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. تا برنامه بعد و یک دستور غذایی خوشمزه دیگه شما رو به خدای دلهاتون میسپارم. خدا نگهدار. در ضمن دوربین رو هم میبرم از نزدیک ببینید که چقدر این آبگوش خوش رنگه. خداحافظ شما.